حالا چند سوال مطرحه. یک اینکه چطور حضور کارلوس کیروش 57 ساله که تا 24 ساعت قبل از ارسال ایمیل قطعی به نظر می‌رسید با یک تغییر 180 درجه منتفی میشه. سوال دیگه در ذهن علاقمندان فوتبال ایران اینه که با توجه به نظرسنجی‌های مختلف که نشان دهنده اینه که حضور یک مربی خارجی خواسته مردمه، آیا فدراسیون باز هم تن به مربی ایرانی میده و حالا از مربیان ایرانی چه کسانی بخت نشستن برای نیمکت تیم ملی رو دارن؟ این پرسش‌ها رو با فریدورز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا که از آلمان و از طریق تلفن با ما همراه هست مطرح میکنم. آقای غریب، سوال بنده رو شنیدی، ضمن وقت بخیر به شما، پاسخ شما چیست؟ درود به شما. بله، سوال شما رو شنیدم. ببینید، اهالی فوتبال در ایران و اهالی فوتبال در خارج از ایران یه هفته به نوعی به نظر من آقای امادی سر کار بودن تا جواب نه آقای کیروش رو بشنوند. به نظر من هیچ مربی درجه یک فوتبالی تو جهان سرمربیگری تیم ملی این کشور با این شرایطی که در حال حاضر در کشور ما هست قبول نمی‌کنه. اگه یادتون باشه ما قبلا صحبت کرده بودیم که این آقای کارلوس کیروش مربی تاثیرگذاری میتونه باشه، ولی اولین باری که وقتی ایشون وارد فرودگاه تهران شد خبرنگار شبکه خبر ازشون سوال کرد، ایشون گفت من برای دیدن ایران به دعوت آقای ترابیان برای دیدن تهران اومدم و هیچ صحبتی از سرمربیگری تیم ملی نبود. ببینید، الان مربیان درجه یک فوتبال بیکار نیستن، قرارداد دارن با تیم‌های مختلف. دوم از اون، اگر هم قراردادشون تا چند ماه دیگه با یه فدراسیون کشوری یا باشگاهی تموم بشه، با شرایطی که در ایران وجود داره، ببینید وقتی که مربی میاد میبینه از نزدیک که مثلا خانوم‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال نمیتونن بیان ورزشگاه و خود خانواده این آقای مربی و خانواده دستیاران ایشون هم قرار مثلا موقعی که ایشون سرمربیگری تیم ایران رو قبول بکنه بیان ایران اینجا باشن و اونها اجازه ندارن که وارد. ببینید، اینا همه مشکلاتیه که دست به دست هم میده. آقای امادی، اگه یادمون باشه، یادتون باشه، من قبلا صحبت کرده بودم که از ساختار فوتبال ایران که باید این ساختار عوض بشه، ساختار شکنی بشه، نگاه عوض بشه. اما الان اینو میگم که این اضافه میکنم که باید معلوم باشه جایگاه فوتبال در کجاست. فوتبال مشخص نیست جایگاهش کجاست. روز شنبه گذشته آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به اتفاق آقای ترابیان رئیس روابط بین الملل رفتن دیدن آقای سعیدو. من همون روز پلوی خودم که خبرها رو بالا پایین می‌کردم حد زدم که جواب نبوده، ایشون رفتن. همه راه‌ها به روم ختم میشه، همه تصمیم‌ها رو باید حداقل یک نفر بگیره یا دو نفر. این نیست فوتبال. به نظر من هر کدوم از این آقایونی که دارن فوتبال ما رو راهبری میکنن تنهایی یا آدمای متخصصی شاید تو اون کاری که تاثیرشو کردن باشن، ولی وقتی که میان اینا تو فدراسیون فوتبال بعد کار فوتبال یک مملکت رو انجام بدند نمیتونن موفق بشن، چون همه راهها باید به روم ختم بشه. تصمیم گیرا باید یک نفر اول اینا رو تصفیه بکنه و بعد جواب بگن که آره یا نه. جناب غریب، به نظر میرسه مشکل فوتبال ایران فرای مرزهای فوتبال و فدراسیونه. با توجه به بازی‌های تدارکاتی که طی یک سال گذشته لغو شد، مثل دیدار با نیجریه، آمریکا، منتخب کاتالان، مصر، مراکش و همین جدیداً اسکاتلند و مشکل بانکی که برای دریافت حقوق فدراسیون ایران از فیفا و اف سی پیش اومد، اینطور به نظر میرسه که پیش کشیدن اصلا حضور مربی خارجی از ابتدای سناریوی از پیش باخته است. نظر شما چیه؟ آقای امادی، بسیار اشاره خوبی کردی و من اینو تو صحبت‌ها می‌خواستم بگم که بله، این به نظر من اصلا این آقای کیروش اومدنش یه بازی بود. ببینید، همونجوری که شما اشاره کردید، الان به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره انتقال پول درست نیست از طریق بانک‌های اروپایی و آمریکا به ایران نمیشه، یعنی جلوشو گرفتن. و بعد این سوال، این مربوط به سوال اول شما، من یادم رفت بگم یه جایی صحبت کرده بودن که در مورد دو بند قرارداد اختلاف هست و ما این اختلاف رو نمیتونیم بگیم. مگر من سوالم اینه که از مسئولان فدراسیون فوتبال، نه سوال من بلکه همه هواداران فوتبال، مگر پول دلار یا یورویی که به مربی خارجی قرار پرداخت بشه از کیسه ملت نمیره، از ثروت ملی ایران نیست؟ چرا مردم نباید بدونن این دو بند اختلافی که با آقای کیروش بوده چی بوده؟ همونجور که شما اشاره کردی و به درستی هم آقای امادی، ما الان در شرایطی نیستیم که بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ انجام بدیم. ما در شرایطی نیستیم که بخوایم مثلا آقای ایکس یا ایگرگ مربی درجه یک رو بیاریم و بعد برمیگردیم باز دوباره به مربی‌های درجه دو و سه که در ایران بهتر از اون رو داریم و میتونن هدایت تیم ملی رو بر عهده بگیرن.